با سلام و احترام خدمت هموطنانم در سراسر دنیا، خدمت شما هستم که البته تعداد خیلی کمی، من برای 60,000 62,000 کامنت واسه اومده واسه کلیپ خواهم گوش، شاید 10-15 نفر توی اینا گفتن آقا وقتی حرفا نیست، که من کار بشینی ندارم وقتی 60 نیست، ولی اینها با این تستی که از مصاحبه گوشی هستن جای دیگری میخواستن بدن، هدف جای دیگه است. این مصاحبه ادامه داشت اما هم مصاحبه اول چنان تو پوزیشن خود دیوار خوردن که حالا دردش خوب نخواهد شد و من بعد از این کلیپ یا فیلیپ که بعد که بعدی راجع به صحبت خواهم کرد که اینا کجا رو میخواستن، چی کار میخواستن بکنن، دوباره چی هستن، دوباره چه کسایی هستن و بعد هدف نهاییشون چیه. من صحبت خواهم کرد دوستان، بذاریم کار خودمون بکنیم. شما دیگه اونه که انتقاد میکنن در هر چیزی گیر میدن، انتقاد بکنید، خسته به خود خسته کنید و کار خودم کنم. یه دم دایجه ناپلونی شدن، آقا شما فکر نمی کنید که حساب شده است و میخوان افکار عمود از قالیبا بنری کنن. آقا بس کنید، تو رو خدا بس کنید، خودتون زهش ندید، خودتون شکنجه نکنید، خود آزادی نکنید. درو حرفا گذشت، ارزه داشتن خودشون جمع میکردن، ولی خب دیگه اشکال عقیده است، آزاده و هنوز دوستان دایجه ناپلونی فکر کنن، دوستان فکر کنن، ولی اینجوری نیست. اگه اونجوری بود واقعا همین مصاحبه رو مدیریت میکردن، نتونستن مدیریت کنن، تو هم مصاحبه اینقدر تناقض بود که موندن توش. خدمت شما خبره که اومده بیشتر راجب این است که او هشدار عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم یا آقای آخوندی هستن، اشاره میکردن کرده گرانی ها مهار نشود باید مانسر شورش گرسنگان بود. گرانی ها که مطمئن نمیگه مهار نمیشه، کی میخواد مهار کنه؟ رئیسی، رضایی، خامنه‌ای بی‌شرف، حرمزاده، کی؟ محمد تقی فاضل میبودی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هشدار داده که اگر اقتصاد کشور سامان نیابد و گرانی ها مهار نشود، این از پایبست به ایرانه، مال امروز دیروز رئیسی اینا نیست، اما اول که آمد از سرکار اون آقای دکتر نوربخش و آقای دوست قادری گذاشتن به ساپورت کردن آقای هاشمی رفسنجانی، همونجا اقتصاد داغون کردن، تورم که رفت بالای 10%، فاتح و حکومت ها خوانده اصلا اینا مملکت ما اینقدر ریشه داشت و اینقدر اقتصاد قوی از قبل از این توطعه ننگی داشت که این همه زمان برد و زمان طول کشید. اگه اقتصاد کشور سامان نیابد گرانی مهارش باید موزه شورش گرسنگان بود، شورش از انقلاب خطرناکتر است، شورش از انقلاب خطرناکتر است. به گزارش اصلاحات نیوز محمد تقی فاضل نیابد از آقای رئیسی خواسته تا در دیر نشده چاره بیاندیشد. چشم، حتما نار خوردین، شما نهار خوردین، همینه بلده، همینقدر اونم توی امام رضا رفته اونجا برای قضای اونجا یاد چی شده که مثلا بالاتر کاری که اونجا میکنه به یک زوار خدمت میکنه، نهار خوردی نهار بهشون بدید، تموم شد. تا دیر نشده چاره بیانشد، همه میدانیم که اقتصاد کشور با تحریم های گره خورده، تا کی میتوان مردم با خود به سخنرانی و وعده وعید امیدوار کرد. روند روبرشت افزایش قیمت اقلام اصلی در ایران باعث انتقادهای فراوانی از عملکرد دولت آقای رئیسی شده است. این انتقادها حتی در میان طیف نزدیک به ابراهیم رئیسی هم مطرح شده است. تخم دو زرده میخواد رئیس از کجا میخواد؟ میخواد دوستاش رئیس جمهور بشه، اون آقای رضایی میخواد رئیس جمهور بشه، تو هم تمی دولت 6 تا رئیس جمهور هستن. دولت پیشتر بسیج دانشی هم در بیانیه خطاب به رئیسی نسبت به بروز نارامه اجتماعی در ایران به او هشدار داد. خب یه واقع طبیعی اتفاق میفته. آقای معاون اول رئیسی یک بیشرف، شما این مخبر من میشناسم از اون زمانی که توی بنیاد مستهدفان با رفیق دوست کارمی هم میشناسم، یک کرمزاده است، دومی نداره. معاون اول رئیسی مردم نگران گرانی ها نباشن، کوپن میدهیم. عجب بابا، اینا عجب مغزی متفکر بود، چه تو عارف فکر نبود، شما تا رو کجا بودید؟ کوپن بر مردم آب میشه؟ خیلی احمقید، خودتونید، به شور مردم تو این نکنید، خودتون هستید. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید نان صنعتی گران شده اما برای نان سنتی یارانی در نظر گرفتیم. آقای عبدالله تشریف بودن لبنان، به اونجا قول دادن که گندم صادر کنن اونجا، از ایران بفرستن اونجا و اونم مشکل نان نشد، اونم مشکل نان نداشت، مثلا میبرم خشتکتون سرت میکشم به صورتی همین زودی زود اتفاق میفته. آقای عبدالدهیان برو اونجا وعده بعید بده، چه هست من نمیدونم اونجا، ولی هرچی هست بدید جونتون در بیاد.
نه ساعتی گران شد، اما برای نان سنتی یارانی در نظر گرفتیم که به صورت کالابرگ الکترونیکی به اقشار آسیب پذیر پرداخت خواهد شد. وی با بین این که برای کارهای دیگر هم مبلغی در نظر گرفته شده تا مردم احساس آرامش کنند، افزود اقشار پردرآمد باید بخشی از هزینههای گوش کنید خوب دقت کنید اقشار پردرآمد اقشار پردرآمد باید بخشی از هزینه‌های تامین این کالاها را پرداخت کنند. چشم. و دولت هم به اقشار کم درآمد جامعه کمک خواهد کرد. البته اگر دست دزدی اگر اول اون کنن نمیدن، دوباره بدن دست دزدی شما این خلاص می چیزی میمونه توش. او وعده داده که با این کمک هزینه ها قبل از آزادسازی قیمت ها به حساب سرپرستان خانوار واریز شود. معاون اول رئیس دولت ایران مقصر گرانی اخیر را در ایران مشکلات جهانی و جنگ در اوکراین دانست و گفت برای حمایت از دهک های پایین جامعه علاوه بر کوپیدانه با آنها سبد سهام هم سهام می دهیم. زحمت میکشید. هزاران تخت بیمارستان در ایران فرسوده است. مدیر کل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی در وزارت بهداشت میگوید در حال حاضر بیش از 50,000 تخت بیمارستانی در کشور و در حالت فرسودگی قرار دارد. مشخص نام زمان شانشو بود تخت ها شما کاری نکردی کشور. یک بیمارستان میلاد آمدید تکمیلش کردید، اونم با ده ها برابر قیمتی باید میشد. کاری نکردید، بلد نیستید، نمیخواید بکنید، ولی برای بیمارستان لبنان، عراق، اوف اوف اوف، اصلا نکنید، گناه کبیره انجام دادید. بیشرف. استاندار خوب دقت کنید استاد در آفتاب دلیل آفتاب. البته اینجا گفته برای سالان 10,000 تخت بیمارستانی در کشور نوسازی و تکمیل شود گشت خواهد شود. گفت برای حل این مشکل سالانه مبلغ 30,000 میلیارد تومان اعتبار لازم است برای اخلاص بدید. اما استاندار وقت تهران در سال 98 گفته بود، چی گفته بود؟ گفته بود که بعد از انقلاب فقط یک بیمارستان دولتی در تهران ساخته شده است. ما همین رو میگیم، اما برای عراق و کجا پیش رفته این بیمارستان رو ساختید؟ ایتالیا قایق لوکس مرتبط با پوتین رو توقیف کرد. من همه باورم نمیشه که یه قایق 700 میلیون دلار قیمتش باشه، قیمت چند تا هواپیما. دولت ایتالیا رو جواب پلیس کشور دستور یه قایق لوکس تفریحی را که بیش از 700 میلیون دلار ارزش داشت توقیف کرد. این قایق از سپتامبر گذشته در یکی از بنادر ایتالیا در نوبت تعمیر و بازسازی بود. برخی رسانه ایتالیا میگویند این قایق متعلق به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. حالا نفر بعدی که را به داده به شورش مردم آقای احمد نژاد یکی از اون خائن بلفطر و از حرومزاده که دومی نداره و جالبه که همیشه رو به جلو میدوه و آی دوز میکنه. وقتی ما دوزی بگه قدیما آی دوز آی دوز بعد دوزه خودش هم وای میستاد تو اینا و آی دوز با اساس همه هم میگفت. حالا دکات احمد نژاد هشدار احمد نژاد به سران نظام سیل انسانی دارد میآید. احمدجاد طبق سوالی گفته سیل انسانی در کل دنیا و در ایران به طور خاص دارد می آید و گام اول آن نارضایتی عمومی است. به این افزود در برخی استان‌ها افرادی هستند که فرمان روایی می کنند. علم هدا نماینده خامنه‌ای در خراسان. احمدجاد نیز با حمله به خامنه‌ای گفت به چه حقی بدون در نظر گرفتن خواست و اراده مردم از استقرار طالبان در افغانستان و از حمله روسیه به اوکراین حمایت کردند. همون خواستی تو کردی مزدور، نه مزدور فرق نمی‌کنه، همه تو مزدورید. یادت پولا رو تو لبنان چقدر چند میلیارد دلار رو خرج کرد، چند صد میلیون دلار خرج کردی که بگم احمد جان چهار بدم. تو خود از همشون بدتری، همه تون بدتری، تو از همشون بدتری. تو آدم خودشیفته و تو برای مادر چاوه در یه حقوق تعیین کرده بودی. بگذاریم. احمد جان با حمله به خامنه‌ای گفت به چه حقی بدون در نظر خواسته و اراده مردم از اختلاف طالبان در افغانستان و از حمله روسیه به اوکراین حمایت کردید. این هم بیانگر آن است که نفس تمرکز قدرت برکنار زدن مردم تاکید دارد. قدرت باید در دست همه مردم باشد تا هیچ کس نتواند سلطه‌گری و چبو را پیشه کند. و درست می شوند. آقای مصطفی هاشمی تبار از فعالانی که از اون اول این حکومت ننگین بوده، سرمایه اجتماعی دولت کلن از بین رفت، ریزش نیروها.
مصطفی هاشمی طبعا از فعالان موسوم به اصلاح طلب درباره وضعیت اقتصادی کشور گفت مشکل آنجاست که میخواهیم سیاست های انقلابی در خارج از کشور داشته باشیم، ولی در داخل کشور میخواهیم سیاست های لیبرالی رو ادامه دهیم. دولت قیمت ارز و کالای اساسی مورد نیاز مردم پیوند میزند، اما سیاستگران از این وضعیت منفعت میبرند. وی درباره نگاه مردم به دولتی گفت سرمایه اجتماعی دولت امروز کلا از بین رفته و خیلی خیلی قابل اتکا نیست، یعنی مردم دیگر هیچ اعتقادی و اعتمادی به کارا و دور برنامه دولت ندارند. دیگه روزا از کش قایقا و کشتی ها اینا همینجور دارن بازداشت میکنن دیگه زیاد. روزنامه جمهوری اسلامی به ابراهیم رئیسی پیشنهاد داد از ریاست جمهوری کنارگیری کند. حتما این کار میکنه. روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی چاپ تهران در سر مقاله امروز خود به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران پیشنهاد داد کنارگیری کند. این روزنامه از افزایش شدید قیمت کالاها خوراکی انتقاد کرده و خطاب به آقای رئیسی گفته حالا که روشن شده شما نمیتونید در عهده حل مشکل برایید، شجاعانه کنار بروید و کار رو به افراد کاردان بسپارید تا مردم و کشور رو از این گرداب خطرناک نجات دهید. نخیر، حکومت رو از این گرداب خطرناک، این گرداب جگر حکومت شما رو در میاره، فرق نمیکنه. شما حالا بخواید رو به جلو فرار کنید نمیتونید، هیچ غلطی نمیتونید بکنید. آزمایش یک موشک بالستیک زیردری از کره شمالی. این هم های چی میگه بزنید از ما بترسند. من آنم که رستم بابت طالبان. ژاپن و کره جنوبی خبر داد یک آزمایش موشک دیگر از کره شمالی دادند و خبرگزاری فرانسه به نقل مقامات کره شمالی آن را یک موشک بالستیک پرتاب شده از زیردری معرفی کرده است. به گفته مقامات ژاپن و کره جنوبی این آزمایش موشک شنبه از سواحل شرقی شبه جزیره کره انجام شده است. آقای امین حیایی افاضاتی فرمودند، جدا خیلی جالبه، خیلی جالبه. اینها حکومت رو حمایت اینها حساب میکنه. دوست دشمن ما دشمن ماست. از ایرج بعد بعضی نشترشی که آقا شما چرا از اینهای دیگه نمیگی، چرا از نمیفرم من که اول جگر همونها رو در میانم. آشقاد خودتی تو بعد کلیپمنو گوش نگیر حرف مفت میزنی، میخوای چیز بکنی؟ نه من حواسم هست دیگه دست شما رو خوندم. آقای امین حیی فرمودن که گرین کارت دارم، پس فردا ایرانی وجود دارد که فرزند من در آن زندگی کند؟ بی وجود. کی کرد این کارو؟ شما آشقالا، شما کسافت ها، بی آتش دمیدید. هر چی گفتن شما رفته اینه، شما عروسک مترسک عروسک خیلی شما یک کنر پیشه هستید، دوی دوست دشمنش رو فرق نمی کنه. آشقال کلی کسافت نجاست. خوب پدر مادر تو قبل میده از اونی دیگه. گفت هفت شدن دیگه آخر دیگه. بعدی ارزان شدن نان توسط معاون وزیر اقتصاد. وزیر اقتصاد چیه که معاونش چی باشه؟ سید محمد هادی صبحانیان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در برنامه امشب جهان آرا دولت دسترس تا نه تنها نان گران نشود بلکه با حدود 10% تخفیف نسبت به سال 1400 به دست مردم برسد. شما آت چیزینه به چهر سوارکاری پیش کشد. آمریکا درخواست برای ارائه اینترنت ماهواره به ایران. در واکنش به قطع شدن دوباره اینترنت در برخی شهرستان شهر استان خوزستان در پی اعتراض مردمی، حالا کم کم دیگه اینا دایی میخوام از مادر میخوام بشن، در پی اعتراض مردمی به گرانی ها، یکی از مقامات دولت ترامپ خواستار ارائه اینترنت ماهواره استارلینک به مردم این استان شد. زمان خودش نکرد، حالا این میخواد این کار بکنن. مردم با اینترنت دیگه به شما اعتماد ندارن و شما حالا میخواید بیاد خوشیرینی بکنید، پاچخاری بکنید. از این حرف رو گذاشته. بله. از این کامنتی که واسه راسته کلیف خانم گوش جناب محمدی با درود، به نظرم وقت خودمون رو بذاریم سر مسائل بسیار مهمتر. این افراد و بسیار از نادان ها شب شیادا و آنقدر مهم نیستن که بخواهند مانع این حرکت رو. نه نه دوست هستن بس چیز دیگه هست، شبکه من تو جای دیگر میخواد بزنم و کور خونده. میشور اون میگوید امیر عبدالرحمن اطمینان داده که گندم رو تأمین میکند. باریکلا شما واقعا شاهکار شما هستن، نمونه نیست نمونه شما ها.
نمیدونم اینا واقعا عقلم دارن ندارن، چی دارم من نمیدونم، با چی زندگی میکنم من نمیدونم. اما تهدید وزیر آموزش و پرورش، تهدید وزیر آموزش و پرورش را به اخراج معلمان در اصلاح شرکت در تجمعات غیرقانونی. خیلی بامزی جیگر، خیلی بلایی، نکن خشن، نکن نقی، نکن، برو بمیر کسافت، خشتک ده سر میکنه سر همیز. دیگه نزدیکه، دیگه دیگه همه بین نشید رسیدن که خلاصه روزها و ساعت آخرتونه. خلاصه بعد همه رسانه ها گفتن که تمام کمک هایی که به اوکراین شده و گره دادن کجا رو بدن اون زیر دره بزن کار آمریکا بوده، ذاتشونه و همین کارها رو میکنن و خودشون آخرین گروه هستن، شک داری بسن کنن. ایام بکنم از بازم خوش. دو سه کلیپ اسم مدیکال رو چشم تقدیم خواهم کرد، اما یک کلیپ دیگه خواهم گذاشت راجع بحثی که چرا این مصاحبه کردن، چرا این عروسک مطرح شد اون پایچ. کسی سواد نداره، هیچ سوادی نداره، کتاب خوندن، کتاب چه خوندی؟ لیلی مجنون خوندی؟ خانم گوش جمع کاسه گذاشت، حیثیت خودت رو بردی بالا، مناطق روش آخر کار شما همیشه همینه، باید رسوا بشید تا آدم سخن نگفته باشد. الی آخر ایام بکنم از بازم خوش.